مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام در جدیدترین اقدام بشردوستانه خود طرح نیکوکارانه کیف مدرسه را در شهر هرات در افغانستان اجرا کرد. بر اساس این طرح که با همکاری دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله انجام شد، بین کودکان نیازمند کیف‌های مدرسه توزیع گردید. این طرح نیکوکارانه فرهنگی همزمان با دهه بزرگداشت میلاد با برکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام اجرا شد. دهم اکتبر 2022 میلادی اولین تیم فوتبال نابینایان عراق در شهر مقدس کربلا تشکیل شد. در همین راستا الکنانی رئیس جمعیت سراج ویژه نابینایان ضمن اعلام این خبر گفت تشکیل این تیم با همکاری سازمان IPF ژاپن صورت گرفت که در تهیه توپ‌های مخصوص این کار ما را یاری رساندند. تشکیل این تیم اقدامی تاریخی به شمار می‌رود. سازمان جهانی غذا از افزایش بی سابقه نیازمندان در کشور لبنان خبر داد. به گفته این سازمان، لبنان از وضعیت اقتصادی بسیار وخیم رنج می‌برد و این موضوع موجب افزایش بی سابقه تعداد نیازمندان در این کشور شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، بیش از نصف جمعیت کل لبنان به کمک‌های غذایی نیاز دارند، زیرا تورم در این کشور بسیار بالاست و قیمت مواد غذایی برای شهروندان به شدت گران است. منابع محلی از افزایش جمعیت مسلمانان در کشور ژاپن خبر دادند. گفته می شود در حال حاضر جمعیت مسلمانان در این کشور به 185 هزار نفر یعنی 0.8% از کل جمعیت رسیده است. منابع محلی در شهر کامپلا پایتخت کشور اوگاندا از راه اندازی اولین بانک اسلامی در این کشور خبر دادند. این بانک فایننس تراست اوگاندا نام دارد و اولین حساب بانکی منطبق با شریعت اسلامی در این کشور را با عنوان حلال افتتاح کرد. جوان 2022 کابینه این کشور قانونی را تصویب کرد که به موجب آن بانک‌های تجاری مجاز به ارائه بانکداری اسلامی خواهند بود تا بدین وسیله قشر کم درآورد دسترسی بیشتری به اعتبارات مالی داشته باشند. فصل سوم سریال رامی با بازیگری، کارگردانی و نویسندگی رامی یوسف، هنرمند آمریکایی مصری که برنده جایزه گلدن گلوب و نامزد جایزه امی هم بوده، از شبکه هلو پخش شد. به گزارش الجزیره، داستان این سریال درباره یک خانواده عرب زبان ساکن نیوجرسی آمریکاست که با مشکلات اغلب خانواده‌های مسلمان مهاجر در این کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. تلاش این خانواده برای حفظ هویت دینی و فرهنگی خود و از طرفی سازگاری با فرهنگ آمریکایی ماجراهای سریال را شکل می‌دهد.